درود بر همیهنان ارجمند. شاهین نژاد هستم همراه دوست گرامی شهرام آریان در برنامه‌ای که از یک سری برنامه‌هایی که برای پخش در رادیو مانی داریم آماده می‌کنیم و در هفته‌های آینده امیدواریم که به طور پیوسته در خدمتتون باشیم. برنامه‌های من و شهرام رو شمالاً روی شبکه یوتیوب و یا برنامه‌های تلویزیونی جنبش رنسانس ایرانی تا کنون دیدید. همچنان که در اون برنامه‌ها دیده بودی، اینجا هم در رادیو کاری که می‌کنیم این است که یک سلسله گفتاری رو درباره جستار بسیار بسیار مهمی خواهیم داشت که به یک نشست به پایان نمی‌رسه و فصل‌های گوناگون اون در دو سه یا حتی بعد از تا 4 نشست گفتگو دربارش انجام میشه. اون چیزی که در حقیقت برنامه‌های هفته‌های آینده شاید چند ماه آینده ما رو در بر بگیره، برنامه‌ای است که نبودش بسیار بسیار در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های تصویری و آوایی ایرانی حس می‌شه. و اون این بود که جهان‌نگری، جهان‌بینی، فلسفه زندگانی، روش اندیشیدن، گونه اندیشیدن، منش و رفتار و آن چیزی که میتواند شخصیت یک ایرانی که ما امروز میتونیم بهش بگیم یک ایران شهری، یک ایرانی ایران شهری رو تعریف بکنه و توصیف بکنه چیست. توی سلسله برنامه هایی که ما توی چند سال گذشته داشتیم در برنامه های جنبش رنسانس ایرانی به این پرداختیم که دلایل سقوط ایران شهر در برابر حمله اعراب چه بود، دلایل ماندگاری اسلام در ایران چه بود، چرا ما نیاز فرهنگی داریم اگر بخوایم به یک بهروزی و خوشبختی ملی برسیم و فقط و فقط راهکار سیاسی پاسخ نمیده. برنامه های دیگری داشتیم، سراغ دوره هخامنشیان رفتیم، در باره موارد مختلف تاریخ ایران پیش از اسلام سخن گفتیم که خیلی از همیهنان اونجا دیدن و خیلی هم میتونن برن به یوتیوب جنبش رنسانس ایرانی اون برنامه رو ببینن. اما اینجا در رادیو این برنامه که آغاز میکنیم شاید پراکنده خودمون در جاهایی گفتیم و شاید دیگر ایران دوستان و ایران پژوهان هم در جاهایی گفتن، ولی به صورت یک دست سازماندهی شده، منسجم و با برنامه و پشت سر هم گفته نشده. ببیجه این که شهرام آریان که معرف حضور خیلی از شما هست، در حقیقت کسیست که سالهای بسیار درازی رو من در جریانم و با هم دیگه مرتب در این باره گفتگو کردیم، واقعا کند و کاف کرده، رفته زمین و شخ زده و این تیکه‌های گوهر و مرواریدها و طلا رو اینا رو درآورد. آنچه که مربوط به شناخت درست فرهنگ ایران و جهانبینی ایران شهری، آشنایی خیلی خیلی خوب شهرام با زبان‌های بیگانه، ببیجه زبان‌هایی که متون ایرانی ازش اومده، زبان‌های ایرانی خودمون، زبان‌های بیگانه مثل یونانی کهن، مثل لاتین، زبان‌های خودمون مثل اوستایی، مثل پهلوی و بعد زبان‌های روز که بهش اجازه داده که مقالات و کتاب‌ها رو به زبان‌های مختلف بخونه و بفهمه. از شهرام یه چهره اگر نه نادر، اگر نه بی همتا، دست کم دست کم کمیاب و ساخته که تو این زمینه با برنامه‌ای که داریم من مطمئنم که بسیار بسیار به دانش همیهنان می افزاید و چشم و گوش ما رو به عنوان یک ملت باز می کنه. منم خودم چون به هر حال سرم واسه این مباحث درد می کنه و در سالهای گذشته تو این زمینه ها کار زیاد کردم، فکر کردم به پیشنهاد مانی ارجمندم بود که ما این برنامه رو انجام بدیم دو نفره، برای اینکه یه مقداری تو این رفت و برگشت و سخنان هر آنچه که ناگفته مانده و ناشکافته مانده از اون چیزی که تو ذهن هموطنان ممکنه باشه رو بیرون بیاریم و برنامه رو به یه برنامه خیلی جامع و ششتونگ
تبدیل کنیم. من پیش از این که خود برنامه را که عنوان این برنامه هایی که داریم آغاز میکنیم شناخت ژرفی از فرهنگ بنیادین و جهاننگری و جهانبینی ایرانی است که مربوط به ایران کلاسیک طبیعت ایران پیش از اسلام، چون پس از اسلام ما حالمون بد شد، این مجموعه را آغاز کنیم. میخوام برای همیهنانی که با برنامه پیشین شهرام آشنایی نداشتن یا برنامه من و شهرام رو دیدن ولی خیلی در مورد شهرام نمیدونن، از شهرام بخوام که ضمن درود و خوش آمد یک رزومه در ارتباط با ایران شناسی از خودش بیان بکنه، البته بدون فروتنی های مرسومی که در میان ما ایرانی ها هست، برای اینکه واقعا شنونده و بیننده بدونه که کسی که داره این سلسله گفتارها رو سخن میگه دربارش و من و اون نشستیم اینجا و صحبت میکنیم تا چند اندازه تو این زمینه کار استخون خورد کن انجام داده. شهرام جان درود بر تو. درود چای جان، درود بر بینندگان. با این شناسگوی نخستین پرمهری که خواهد اومد، من درباره خودم میخورد بگم، چون این رادیو تلویزیون که اینجا الان برنامه انجام میشه نخستین باره که هستم. من از در تحصیل پزشکی به کار دانشگاهی آغاز کردم و بعد از 2 سال پای در فیزیک گذاشتم و زمانی اندک فراتر هم در ریاضیات محض، و بعد همینطور که پزشکی رو به پایان میرفت فیزیک و ریاضیات برتر آمدن و بعد کار شغلی من شدن، یعنی فیزیک نظری با تکیه بر ریاضیات محض. و بعد در میانه تا پایان اون بخش تحصیلات فیزیک و ریاضی، من به حالت شانس، بخت، هرچی، در هامبورگ که یکی از مراکز بزرگ و شناخته شده ایران شناسی بوده، همیشه در جهان به اون زمان با اون استادهای کلاسیکی که ما داشتیم، پای من به زبانهای هند اروپایی هم باز شد و که از در اونها آدم بتونه ایران کلاسیک رو خیلی بندادیگ، اوریجینال، از درون خودش اصیل دریابه. و نه تنها مثلا از گفته های تاریخ نویس های صدر اسلام و تفلی ها به عربی یه چیزایی گفتن در مورد که ایران پیشتر چی بوده، آدم هایی که دستشون درد نکنه هرچی نوشتن، ولی در دوران پس از اسلام دیگه نمیتونستن درست دریابن که اون پیشتر چی بوده، چون از توی سانسور و دیگر آموزی گذشته بودن. حالا به این چیزا پیشتر فرازتر اندر میاییم. من اون زمان که پام به ایران شناسی و زبان‌های باستانی باز شد، با اینکه رشته کار من ریاضی و فیزیک نظری ماند، اما از توانایی‌هایی که شهر هامبورگ می‌داد و دیگر شهرهای آلمان هم در این داستان ایران شناسی یا زبان‌های هند اروپایی شناسی بهره جستم و اون کنجکاوی‌هایی رو که داشتم از کودکی که اینجا چه خبر بوده و پیش و پس از اسلام چه ترادیزی، چه ترانسفورماسیونی رخ داده، این تشنگی رو تا اندازه بالایی پاسخ دادم. و بعد در همکاری و همسازی با اون دستگاه اندیشگی ریاضی مانند و فیزیک مانند و دانسته های پزشکی، دست من رو باز گذاشت برای اینکه در مدل سازی های اجتماعی که نیاز هست از زمینه های گوناگون بهره بگیرم. حالا اینا همش تا اینجا فقط شناسگویی خود شخصه که تو چه زمینه هایی کار کرده یا هنوز میکنه، و ما میریم که الان سراغ کار خودمون. من پیش از این که سلاید ها رو آغاز کنم بگم که ما همین الان که آغاز میکنیم یک راست نمیریم توی شناختن متن ها و دانسته های ایران کلاسیک، بلکه نخست من یک فشرده‌ای رو آماده کردم از جستارهایی که آدم باید شنیده باشه که اصلا بدون ما کجا اکنون قرار گرفتیم و این گسستگی که از ایران کلاسیک رخ داده در ذهنها، در روانها، این چگونه فراز آمده، چگونه استوار شده،
و به یک گسستگی واقعا ژرف در آمده و روان ایرانی ها رو از پیشینه فلسفی خودشون یک سره گسسته. یه همچین چیزی چگونه پدید آمده و چه پیامدهایی برای ایران داشته؟ بوی اصلا پیامدها بد بوده، حالا حتما آدم از گذشته باستانی خودش خبر نداشت باشه، این واقعا مهمه؟ حالا اگه آدم کار صنعتی میخواد این دور زمونه بکنه، اصلا ربطی داره؟ ممکنه خیلی از سیاسیون هم بپرسن، کسایی که این دوره کار میکنن. من توی فشرده این جستارها میپردازم، شاید یکی دو سه برنامه رو در بر بگیره. و هنگامی که این ساختار روشن شد که ما چگونه گسستیم از آنچه پیشتر بوده و این چه پیامدهایی داشته، بعد در میاییم به کار بنیادیمون که شناختن این روان و اندیشه ایران شهری کلاسیکه از درون خود متن‌ها، از درون خود داده‌ها، و بعد یک آموزش به اندازه، نه در حد حرفه‌ای، چون اینجا که الان کلاس دانشکده نیستش که برای کسایی که میخوان آزمونش رو پس بدن، یک دانش به اندازه برای هر اندیشه پرداز و یا مهتر ایرانی که میخواد از این دستگاه کلاسیک فلسفی اندیشگی کشور خودش آگاه باشه. همونطور که گفتی شاهین جان، در فرایندی که پس از انقلاب رخ داد، حالا من سلایدار را ننداختم ولی میکنم دو دقیقه که این نکته هنوز باید افزوده کنم، در فرایندی که پس از انقلاب رخ داد، برخی از روشنندیشان ایرانی و به گذار زمان هی بیشتر درشون این قلقلک فراز آمد که گویا گمراهی ما در گذار تاریخ از این انقلاب اسلامی سال 57 هجری، این مثل که از این هم ژرف‌تره یا دوردست‌تره و باید یه خورده بیشتر شکافت بنیادهاشو. شماره کسانی که به این کار می پرداختند خوشبختانه روزافزون افزوده شد و در سالهای گذشته دیگه آدم هایی هم به میدان آمدن کارآموخته و میشکافن در زمینه های گوناگون و انحراف ایران رو با آنچه که در این 14 سال با اسلام برش رفت میشکافن، خیلی خوب میشکافن. اما یک چیز اینجا کمه، یعنی هنوز کمه، که اگر شکافتیم و شکافتیم و شکافتیم که چه کجراهی بر ما رفته، بسیار خوب، ولی پیشتر چی بوده؟ اون بخشی رو که چی بوده اون کمتر شکافته شده، شاید یک دهم هم کمتر از آنچه که در زمینه هویدانه مودن آنچه که بر ما کج رفته. برهان و شوش اون هم بسیار ساده دریافته، برای اینکه همیهنان بیشتر به فارسی دری و به عربی ابزارمند هستند و از در اینها متن‌های پس از اسلام رو میخونن، از درون اون میتونن واسنجن، نقد کنن که بله مثلا در سطح اسلام چه گمراهی های رخ داده، این بنیاد این ایدئولوژی چرا اینجوری تندرو بوده، چگونه شد که ما هم با اینا تندرو شدیم و رفتیم و کاستی های کار ما از درون قرآن و حدیث و اینها چیست. اما اینه که کسی بخواد چنگ بیازه به اون چه که پیشتر بوده، اونجا پیوند گسسته است، برای اینکه در بیشتر موردها اون دستیازی به اون زبانها نیست و یا یک گستره ناشناخته که تا کنون در میدان روشناندیشی ایرانی ها اونگونه روا و شناخته شده نبوده. حالا من با همین گفتار آغازی بسنده کنم و سلایت ها رو را بندازم. من فقط نکته کوچکم بیافزایم که همیانان که برنامه رو میشنوند یا میبینند به هیچ روی نگران نباشن، اگر که مثلا واژه واسنجیدن رو که شهرام این مستر رو به کار گرفت به جای نقد کردن رو، ممکنه بار نخست یکم مکس کنم بگن آن چی گفت. اولا واژه‌های ایرانی، برای همین یکی دو بار به گوشتون بخوره، خود واژه تا اندازه زیادی بار معناییشو داره، چم خودشو در خودش داره و من و شهرام هم تو این برنامه اگر که واژه‌ای که شاید به گوشتون کمتر آشنا باشه رو به کار بگیریم، دست کم 4-5 بار نخست برابر فارسی عربیشو که امروز برای شما آشناتر شوربختانه اون رو هم خواهیم گفت. پس از دیدن این سلسله برنامه‌ها در رادیو شما خواهید دید که دست کم 100-150 تا واژه‌ای رو که ریشه ایرانی دارن، واژه‌های ایرانی هستن، من درآوردی نیستم و بسیار بسیار راحتم به زبان میان و در دهان میچرخند و جایگزین واژه‌های وارداتی کردیم که خودش حالا در طول در درازای برنامه خواهیم دید
خدمت بزرگی است به وضعیتی که امروز میخوایم بهش برسیم. خواستم فقط اینو به عنوان یک جمله در پرانتز گفته باشم. شهرام جان بفرمایید. سپاس شاهین جان. من اکنون سلاید ها دیده میشه با آشنایی بنیادی با ایران شهر. بله. و نمای خودمونم دست چپ بالاست، نه بدن برای بازندوخت. بله، آشنایی بنیادی با ایران شهر، این نام این فهرست از برنامه هاست. بررسی و دریابش بنیاد جهان‌نگری و فلسفه زندگانی ایرانی پیش از اسلام. از برای اینکه این زبان یه خورده پارسی تره و یه خورده ناشناخته تره، شاید یا نوآموز تره برای گوش، من اینا رو به گونه نوشته بنیاد سخن رو، استخوان‌بندی بنیادیش رو برنگاشتم که با خواندن اون موقع آسان‌تر بشه دنبال کرد. اردیبهشت 2581، حالا من از اون سالهای ایرانی اینو برداشتم که با سالهای گوناگونی پیشنهاد میشه، بر نمیدونم تخت نشستن دیایکو، بر تخت نشستن کوروش، حالا مال یه خورده پذیرفته تنش مال کوروش رو برداشت، یا همون ماه مه 2022 فرنگی. اگر که بریم جلو، بله، یه پیشگفتار در مورد همون زبان گفتم، آنچه که تو میخواستی خورده روشن کنی. این گونه از فارسی ویراسته و فراتر گبالیده، گبالیدن تو فارسی کلاسیک میشده دری میشده دیولاپ، و فراتر گبالیده که این رشته از آموزگفتارها در آن پرداخته و فرا نموده ارائه میشود، برآمده از یک فرایند کاری 25 ساله است. حالا هنگامی که اون زبانهای باستانی رو میخواندم و این دست، این اندیشه هم برآمد که زبان فارسی رو هم اون بازدیسی یا اون رفرمی رو که حتی کسایی مثل کسروی و دیگران هم برش میکوشیدن اما به پایان نرسیده بود، آیا اون رو هم میشه از همین آموخته ها برگرفت، مایش رو برگرفت و به یه فرجامی رسوند؟ حالا اینجا یک کوتاه نوشته دارم میگم. برآمده از یک فرایند کاری 25 ساله است و همه کوشش های دیگر و پیشینتر در این راستا را در بر گرفته یا کوشش کرده که در بر بگیره، آنچه که پیشینیان کوشیدن در زمینه همین ویرایش. و بر بنیاد بررسی‌ها و نوآوری‌های زبانشناسانه فراتر رفته و به این شیوه کنونی رسیده است که بینندگان گرامی اکنون می‌بینند. آماج و فرازگیر قصد ما از پرورش و کاربرد این فارسی که می‌توان به پارسی یا مه پارسی، یعنی پارسی مهتر نامیده شود، عرب زدایی و فرنگی زدایی ایران دوستانه و اینا نیست، بلکه تنها گبالش دیولوپمنت و توانبخشی فارسی در ساختار دستور، واژه‌سازی، برای به ویژه واژه‌های فنی. این 80% واژه‌های عربی که ما واژه فنی داریم و فارسی زبان در نمیابه چی داره میگه هنگامی که به کار میبره، و واژمان بندی یا جمله بندی، واژمان بندی برتر، که یعنی دستگاه‌های، حالا اگه برای بگم نحو، فراتر گبالیده بشه و نه تنها واژه‌هایی که میگی پیشرفته‌تر و فنی‌تر و رساننده‌تر باشن، ساختارهای واژمان یا جمله هم رساننده‌تر خواهد بود. حالا بیشتر از این توش نریم چون داستان کار ما چیزی است. تا آن مرز که بتواند این فارسی نوین درون مایه‌های پیچیده و باریکوار یا دقیق فلسفی و اندیشگی را نیز در درون خیش بسگالد و برساند، آنچه که فارسی دری طفلی تو این پس از فروپاشیدن پهلوی ساسانی دیگه نتونسته تو این 12 سالی گذشته. حالا بهش میرسیم، یک کوتاه اشاره‌ای کردم. تا آنجا که این زبان دوباره جان گرفته در کنار زبان‌های بسان آلمانی و یا یونانی باستانی یا اوستایی خودمون بیشتر، ولی اون ناشناخته تره، آلمانی و زبان یونانی باستانی دو تا زبان کلید و بنیادی و سنجه فلسفه پردازی است. این در سنجش با اونا مثلا انگلیسی یا مثلا فرانسوی اینا علیلن نمیتونن. فارسی رو پس از این پایان بازدیسیش، رفرمش، امید اینه که بتونه با اینا پنجه درف کنه و به ابزاری تیز برش و در گستره جهانی برتر برای دانش پردازی و اندیشه ریزی درآید. یعنی خواست ما نم عرب زدایی و اینا نیست، بلکه فارسیه برتر بشه و از پس کارهای دانشی بر بیاد. فراگویی و روشنگویی، یعنی تشریح و توضیح، فراگویی و روشنگویی آنچه در این کار گستردی زبانشناختی رخ داده از شکیب و زبان این پیش درآمد بیرون بوده و به رشته از آموزگفتارهای ویژه
نیاز داره که ما به آینده میسپریم. بریم سراغ کار خودمون. من فقط درباره زبان گفتم که بیننده کنجکاو باشه و نترسه از آنچه که میبینه که ناشناخته است. بخش یکم، گسستگی ژرف ایرانیان از دریافت بنیاد فرهنگی و فلسفی ایران پیش از اسلام. ما در این گسستگی به سر میبریم. از صدی سوم هجری به این سوی که شکست ایرانیان فرجامین شد و به ویژه پنجم هجری با سلجوقیان که دیگه فرجامین شد، ما در روزگار گسستگی بیچون و چرا از بنیاد فلسفی ایران به سر میبریم. آن ناآگاهی و دوشاگاهی از ایران شهر کلاسیک، دوشاگاهی یعنی سوء آگاهی، ما خیلی چیزها رو ما نمیدونیم و برخی چیزها هم که خیال میکنیم میدونیم نادرست میدونیم، کج و کوله میدونیم یا کلیشه یا دروغی، اونو من بهش میگم دوشاگاهی. آن ناآگاهی و دوشاگاهی از ایران شهر کلاسیک که مهتران ایرانی در هزار سال گذشته و تا به امروز از آن رنج میبرند. این درباره من اول اسلامیون میگم. اندیشه پردازان اسلامی، حالا من گایم بهشون الله پرست میگم به خاطر این کارکرد ویژه‌ای که الله در درون این دین داره، این کارکرد در حقیقت استبدادی، من گاهی به اسلام هم الله پرستی میگم که اونو روشن کنه، برجسته کنه اون کارکرد رو. اندیشه پردازان اسلامی اینا چی کار کردم؟ اولین گروهی که من بهشون میپردازم اینه که اینا تو این ایران شکست خورده ما تو این هزار ساله چی کار کردن؟ اینا چی کار کردن؟ اینا گرویدند تا مغز سر به خوی و اندیشه این آیین بیگانه، باورمان هم من میگم به ایدئولوژی، واژه فارسی ایدئولوژی، باورمان یعنی اون دستگاه باوری که سازمان درونی داره. اینا تو خوی و اندیشه شون دیگه یک سره پیوستن به آیین و باورمان این بیگانه ها که اومده بودن و از درون این چی اومد؟ دشمنی با آیین و فلسفه ایران شهری به دو برهان، یکی برای اینکه سراسر ناسازگار بود با اسلام که بهش میرسیم در چه بنیادهای ناسازگار بود، اون همش رو سازندگی و اندیشیدن و نمیدونم جستجو و اینا آزادمنشی بود، این یکی نوعی که اومده بود همش رو زور گفتن و ایمان و تقوا و ترس از خدا و اینجور چیزا، یعنی با هم مثل آب و آتش نمیساختن، مثل آب و آتش. یکی از برای ناسازگاریش، خب کسی که به اسلام و الله پرستی گرویده بود این میبایست فاصله بگیره از آنچه پیشتر بوده، و دو دیگر اون که این آنچه که ایران بوده و شکست خورده بوده تو میدان جنگ از اینا که تازه اومده بودن هماورد یا رقیب این بیگانه ها بود، یعنی به دو پایه باید میکوبیدنش، یکی این که اصلا با اندیشه اسلامیشون ناسازگار بود آنچه که پیشتر بوده، دوم اون که هماورد بود، اون هماورد شکست خورده بود که ولی چون پهلوان بود پس از شکستش هم هی سر برمی آورد که کشور پس بگیره، پس باید هی بکوبیش و هی بکوبیش و هی بکوبیش و بازمانده‌هاش هم از میان ببری. سومی که اسلام یک دستگاه جهانگیره، جهان میهنه و خب باید ایران شهر به عنوان یه کانسپت ایرانی، یه فرایافت ایرانی که اونم برای خودش جهانگیر بود، باید از میان برداشته بشه تا اسلامه بتونه جهانو بی بازگشت بگیره، فتح کنه. و همینجور که زمان رفت جلو این ایرانیای مسلمان شده خودمون که اینجوری گمراه شده بودن دیگه 12 سده، حالا ما 2 سده نخستین گذاشتیم کنار، اون هنگامی بود که دم جزیه میداد، کتک میخورد، بهشون دائم تجاوز میشد تا اینا بیان سن بگروند به اسلام، اون 2 سده رو من گذاشتم کنار. ولی از هنگامی که بیشتر گرویدن از سده دوم هجری، سوم هجری، چهارم هجری، حالا ما در میانگین گذاشتیم 12 سده دیگه، اینا رفتن که اصلا این ایرانیای مسلمان شده و از ریشه پیشین خودشون بیزار شده و به دشمن پیوسته، اینا اصلا شدن کارآزموده در فروکوفتن و بدنمایی ایران. نیاز داشتن برای اینکه اونو باید میکوبیدن، بس که ناسازگار بود با اسلام و چون صاحب بنیادی کشور، داشتور بنیادی کشور اون بود، دارنده کشور اون بود، اونو باید میزدن از بین میبردن که اون هماورد دیگه نباشه، گذشته از اینکه درون مایش هم ناسازگار بود. جالبه شهرام جان، این ناآگاهی و دوژاگاهی
به راستی اون چیزی که در تمام این سالهایی که ما کوشش های فرهنگی داشتیم در راستای یک نوزایی ایرانی، بیش از این که با ناآگاهی مردم روبرو باشیم با دوژاگاهی بودیم، یعنی داشتن اطلاعات و آگاهی کاملا نادرست، از وقتا متضاد حتی با آنچه که در پیش بوده، در پیش از آمدن اسلام به ایران بوده، و این کار حتی سخت‌تر هم کرده. برای اینکه شما وقتی یه نفر رو میری چیزی مثلا در رابطه با نمیدونم کشاورزی نمیدونه، میشه آگاهی میده، اصول آغازین کشاورزی رو یاد میده که چگونه بکنه و جمع و جور کنه و سم بزنه و نمیدونم جلو آفت رو بگیره و اینا، و اونقدر سخت نیست تا اینکه یه نفر یک چیزی رو با روش نادرست انجام میده، میخواد اینو ازش بگیره روش درست رو بهش بده. این دوژاگاهی که معمولا خیلی فلعی وارد شده و تمام دستگاه‌های تبلیغاتی حکومت کنونی به اضافه بخشی از نیروهایی که مخالف حکومت کنونی بودن ولی در قالب به اصطلاح نیروهای چپ یا لیبرال و دموکرات و این گونه قضایا، این سالها هر جای اظهار نظری کردن چون دوژاگاهی درشون بود، بیش از پیش کار رو سخت کردن برای کسانی که میخوان بیان واقعا پرده رو بیاندازن و این سن نمایش رو به مردم درستی نشون بدن. خواستم بگم که واقعا دوژاگاهی است. 100%. این پیامد دو تا کردور یا فاکتور بوده. یکی این که پس از این که اون گسست پدید آمد که ما بهش میرسیم، دیگه به راستی کسی درست در نمیافتش که این ایران کلاسیک چی بوده، چون همه تو الگوهای قرآنی و نمیدونم اسلامی و حدیث و ابراهیمی اینا بزرگ شده بودن از کودکی، اصلا نمیدونن چی بوده، و هنگامی که میخواستن دربارش سخن بگن هر چی میگفتن از بالا تا پایین همش نادرست بود. کردور یا عامل دوم، فاکتور دوم این بود که یک دستگاه تبلیغ و پروپاگاندا آغاز شد از سوی اسلامیون که کلیشه‌ای بکوبن اونی رو که پیشتر بوده. آقا اینا طبقاتی بودن، این بودن، اون بودن، موبدا چونین بودن، چونین همش هم تا 90-95% دروغ و کلیشه. و این چون ایرانی‌ها دیگه شکست خورده بودن و قلم یکسره به دست این دشمن ایدئولوژیک باورمانیک افتاده بود و اینم گذشت نمیفهمید، میکوبید و میکشت و میزد و این دروغ‌ها رو هم پشت سرش میگفت، یه آدم در این بستر دروغ‌ها پرورده شد، چیزی هم که اصلا پیشتر نمیدونست چون دیگه زبان اون دوران هم همه رو از دست داده بود، پیوندی نداشت با اون نوشته‌های پیشتر، پیوند که نداشت، دانسته نداشت، تو دروغ و کتک هم بزرگ میشد. این آره خب یه بستر دوشاگاهی سراسری شد که ما هنوز در اون روزگار زندگی میکنیم. مثل این بود که اگه کاپیتالیستا سرمایه‌دارا مثلا آمریکا شکست میخورد از شوروی، خب آنچه که در این کتاب ها می نوشتن در اون که دیگه جهان رو گرفت بودن کمونیست ها، دیگه خودت می تونی بیانگاری که درباره سرمایه‌داری یا دموکراسی فرنگی چی می گفتن. و بعد اونا با اون دیگه بزرگ می شدن چون دیگه قلم به دست دشمن افتاده. این بلا سر ایران اومد. حالا این مال اندیشه پردازا و کارگزارای اسلامی مو بود که یک سر دیگه اصلا دو کله‌ای به دشمن پیوستن و دارن خودشون پیشینه رو می کوبن. گروه دوم که ما تو سده بیستون باشون آشنا شدیم، اندیشه پردازان چپگرا بودن که اینا برای خودشون یه سوگ نمایشی شدن، یه تراژدی شدن، چون بخش بزرگی از افراد کتابخان یا آموز پرداز ایرانی بودن که دوست داشتن برن بخونن سیاد بگیرن، اما به این باورمان گرویدن که خود اینم کجرو بود. من اینجا نوشتم از در اسلام به کمونیسم در آمدند. حالا میشه کسی گفتش که آیا از چاله به چاه افتادن یا از چاه به چاله، شاید هم از چاه به چاله بود ولی تو چاله موندن. از در اسلام به کمونیسم در آمده، از یک باورمان پیورز یعنی متعصب به یک باورمان دیگر پیورز در آمدند، یعنی از یک متعصب به یک متعصب دیگه، همونجا گرفتار موندن. یک دست الگوهای همستخواه توتالیتر رو با الگوهای همستخواه دیگه جایگزین کردن. آخر سر ذهن همونجوری گرفتار موند که اون اسلامی پیشتر بود. تنها یه باورمان رو با یه باورمان دیگه جایگزین کردن. روش اما کجرو بود.
و اینها چیکار کردن؟ همون ناآگاهی رو، دوشاگاهی رو از بنیاد فلسفی ایران رو با همون عینک ایدئولوژیکشون، باورمانیکشون یه جور دیگه دنبال کردن. اینا هم دشمن ایران شهر کلاسیک شدن. حالا این بار واسه اینکه قرار بود همه کمونیست بشن دیگه، نه این بار همه مسلمان بشن، این بار برای اینکه کمونیست بشن. و اینم دوباره یه باورمان جهانگیر بود و هماوردی رو بر نمیتافت و اینها، اینا هم باید ایران شهر کلاسیک رو میکوبیدن. و از این همراهی خودآگاه یا بیشتر ناخودآگاه با مسلمانان در فروکوفتن ایران شهر کلاسیک با بهره برداری از دروغای کلیشه‌ای اون پیشینیا مسلمونا، خودشون هم تازه برهان‌های نوین دروغی روش گذاشتن. حالا اونا دیگه چه می‌دونم از دستگاه طبقاتی اینا همچین واژه‌ای نمی‌دونستن مسلمونا، اینم اونا دادن به اونا که بر بنیاد اون دروغ‌ها و کلیشه‌های پیشتر اینا رو هم بذارن روش. اینم یه سوک نمایشی بود، یه تراژدی بود که بخش بزرگی از هممیهنای ما که تو سده بیستم میخواستن برن دنبال خواندن، آموختن، اندیشیدن و پروردن دستگاه‌های اندیشگی اینجوری عذاب در اومدن. البته خب روشنه وقتی که شما همش توی ایدئولوژی اسلام بزرگ شده باشی هزار سال، خب اندیشت تندروی دیگه، دنبال کارهای سازنده نمیری. میرسیم به اندیشه پردازانه، حالا ایرانگرا. راستم شاید اینجا واژه درست نیست. ایرانگرا. ممکنه یارو ایرانگرا باشه، سوسیال دموکرات هم باشه. خب اینا چی؟ امید این بود که اینا کار را بندازن. اما راست اینجا شهران جان میشه به حساب اشومن گذاشت. کسی که پیرو راست کردار و راست گفتار. آره. چون بیشتر ایرانگراها مال اون میدان سیاسی راست بودن، من اینجا اشتباه کردم گذاشتم، چون میگم ایرانگرا کاری نداره به اینکه یارو سرمایه‌داری دوست داره، سوسیال دموکرات، چی اون نیست، داستان دیگه است. اینها گرچه دلنهاده بودند، ارادتمند بودند به تاریخ و پیشینه ایران، اما از همون گسستگی رنج می بردن که الله پرستا، چون اینا هم تو اون 1200 سال دروغا و کلیشه ها بزرگ شده بودن. حالا درست ایران یه جورایی دوست داره، ولی آگاهی هنگامی که نداره خودش هم در دامن همون دروغا به سر می بره. و جز شمار بسیار اندکی آگاهی بنیادمند از جهان نگری ایران پیش از اسلام نداشتن. دانسته های ایران دوستان یا به ترجمه فارسی نوشته های آغاز اسلام برمیگرده، همین طبری چی گفته، نمیدونم بلازری چی گفته، نمیدونم مسعودی چی گفته، حالا خوبه بد نیست، خیلی خوبه، اسرائیل داره میشه توش کشید بیرون، اما از همش از درون اون سانسور و غربال اسلامی گذشته. اون طفلی نویسنده هم خودش تو همون سانسور و غربال زندگی میکرده. اینا هم یا اینا رو خوندن یا به عربی یا ترجمه فارسی شو، و یا در بهترین شیوه مثلا شاهنامه هم خوب میدونن، دانستشون به شاهنامه آخر سر مثلا کرانمنده، محدوده. اینا دست ندارن توی نوشته های سرراست پیش از اسلام که ببینن چه در بندهش مثلا ایرانی ها فلسفه پیدایش کیهان رو چه جوری میشکافن. اون به اون گونه یک صدو بشم در شاهنامه نیومده. فردوسی نمیتونست پا به این جستارها بذاره، بگن به مرگش میانجامید، چون میگفتن این دیگه چیز شده، یک سره دیگه علم کفر رو برگرفته. برای همین اینا دانسته هاشون به این فارسی دری و عربی اینا کرانمنده و نمیدونن، با اینکه دست و پا میزنن و کوشش میکنن که بدونن، اون گونه که باید بدونن نمیدونن. حالا بدون این برهان ها و این دستگاه درست و سامانیده و استوار که در بایسته هم هست، ضروری هم هست، برای رو در روی با این تبلیغات، با این آگه فشانی الله پرستا یا مسلمونا، خب این چیکار میخواد بکنه؟ چی شد؟ از پی این ندانستن و برهان نداشتن و دست نداشتن در دانسته های جرف، واپس نشینی گفتمانی فراز آمد. یعنی از دیدگاه گفتمانی میبینی وقتی اینا برخورد میکنن با یه ایرانی مسلمون الله پرست، پیوسته جلوی اون آتش فشانی از دروغ‌های کلیشه‌ای و اون دستگاه‌های سازمانیافته که اون می‌ریزه بیرون، این رو به واپس نشینیه، چون دستگاه برهانیشون اینا هیچگاه آراسته نکردن، نداشتن اصلا دست چنگ نداشتن در درونش و نرسیدن یا تا کنون نشد. حالا اینو ما گفتیم که این سه گروه ما الان داریم دیگه، یا این مسلمان‌ها رو داریم، یا اون چپ‌ها رو داشتیم، یا این ایران دوستامون رو داشتیم که ولی آگاهیشون اونجوری گسترده نیست.
یه نگاهی به این که چی شد این، چجوری از اون دوران کهن اومد. از صدی پنجم هجری به این سوی، یعنی پس از شکست میان پرده سامانی ها و بویه، به ویژه بویه ها میخواستن که ایران پیش از اسلام رو زنده کنن. اونجا درگیری بنیادی اونجا بود، حتی خیلی بیشتر از سامانی ها. پس از این که اینا شکست خوردن و از میان رفتن، یه اون واپسین اون پدافند روان و اندیشه ایرانی هم فرو مرد. دیگر از ایران کلاسیک ایرانی ها گسستن و هزار سال دیگه تا به امروز در گمراهی اسلامی زندگی میکنن. این گمراهی اسلامی هم چیه؟ دستگاهش چجوریه؟ مثلا دشمنی با تولیدگرایی، فراوردگرایی. مسلمون مثلا دنبال سخت کوشیدن یا فراوردن نیست. بیش از اندازه که تو نخش بری و بگی چرا با اون سختی کار نمی کنی و فراورش نمی کنی، یه فریادی هم میزنی که من دارم واسه آخرت جمع میکنم. یا به گفته انقلابی های خودمون، ما واسه خربوزه انقلاب نکردیم. اون مدل مدرنش امروزشه. مثلا تو این باقا نیست اصلا تفلی. اگه کسی اینجا میخواد بررسی فراتر بکنه، نگاه کنه به دستگاه فروپاشی کشاورزی در میان رودان، یعنی بین النهرین و خوزستان، پس از شکست ساسانیان. این در موردش کارهای دانشی انجام شده. از این نمونه مثلا مال پیتر کریستنسن در سالهای 90 میلادی، The Decline of Iran شهر، فروکش یا فرونشست یا فروپاشی، بیشتر فرونشست ایران شهر، یعنی چگونه ایران شهر پس از اسلامی شدنش رفته 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 دستگاه اقتصادش فرونشست و پاشید و رفت. حالا یکی اونو میشه بررسی گسترده کرد و این بیخیالی مسلمان‌ها رو به فراوردگرایی رو دید و اون ناسازگاری بزرگش با اون فراوردگرایی تند و تیز زرتشتی ها پیشتر، روزی 16 ساعت کار کن و بساز و اینها. این یکی ها رو به قبله دراز. جای دیگری که میشه اینا رو نگاه کرد، مثلا حالا الگونجا بسیاره، من هنوز توی چشمه ها نمیرم، توی منبع ها نمیرم، سپس در میشکافیم منبع شناسی اینا رو. اما این داستانی میگم که همه میدونن. حالا اون دستگاه کشاورزی اینا یه خورده فنی تر شد کسی ندونه، ولی مثلا اینی که مسلمون ها در جنگاشون هی پیوسته هی درخت میبریدن یا درخت میسوزوندن، ما درخت کشاورزی و سودرسان رو، حالا چه با یهودی هم از پیشتر این کار رو میکردن هنگامی که تو عربستان زمان پیغمبرشون میجنگیدن، چه تو مثلا حمله به ایران گزارش های هست در گرگان این برمه، همش کارشون درخت بریدن با اره بود یا سوزوندن. یعنی هنگامی که زورشون به اون دستگاه پدافندی محلی نمیرسید، آغاز میکردن بنیاد مادی و زندگی اونجا رو با خاک یکسان کردن، چون داستان فراورش یا آبادی براشون ارزشش صفر بود. هست تا به امروز ما واسه انقلاب، واسه خربوزه انقلاب نکردیم. چیز دیگری که از این اسلامی شدن برآمد، یکی دشمنی با تولید بود، با فراورش، یکی دشمنی با خرد و دانش پژوهی آزاد. مثلا نگاه بکنیم ما به اون جایگاهی که دانش نزد انوشیروان داشت، هنگامی که پناهنده های رومی پناهنده شدن به ایران، چون خود روم مسیحی شده بود، تندرو شده بودن، ابراهیم شده بودن، میشه یه گونه پیشا اسلامی شده بودن، دینای ابراهیمی همه کارشون شبیه به همه، البته اسلام از مسیحیت تند رو تره اون بماند، ولی اینا هم دیگه خورده خلوچل شده بودن و دانشمندای خودشون رو میکشتن گور گور و اینا میومدن به ایران پناهنده میشدن. از یک سری از اینها ما گزارش داریم، سیمپلیخیوس و دیگر 6 تا فیلسوفی که اومدن به ایران، خوشبختانه گزارش داریم که چجوری اومدن. انوشیروان اینا رو پذیرایی کرد، باهاشون درباره فلسفه سخن گفت، اینا شگفت‌زده شدن که چرا اصلا شاه ایران این کانسپت‌های فلسفی یونانو میشناسه. ایشون توضیح داد که اینا بله به پهلوی ترجمه شده و داستانش درازه که الان ما به اون وارد نمیشیم. این پذیرایی از دانشمندا و اونا رو آزاد سپردن که بار کار خودتو بکن، میخوای برو جندی شاپور هر جو میخوای برو زندگی کن. البته اونا دلتنگی پیدا کردن با پوشش ایران، برگشتن به کشور خودشون. یعنی انوشیروان تهدید کرد رومیا رو که اگه به اینا دست بزنید جنگ آغاز میکنم. میگم داستانش درازه. اون پرورش و اون پشتیبانی از اونها رو بسنجید با این ترس و لرزی که دانشمندا پس از اسلام درش به سر میبردن. یه میان پرده کوتاه ما داشتیم دورور مأمون، خلیفه عباسی، که میگم من تو جزئیات نمیتونم برم. یه میان پرده
کوچولو داشتیم که اونم 90% کارگزارا همه ایرانی بودن، مثل برادران بنو موسی از خراسان و این و اون اون بیت الحکمه، همه رو اونا ایرانی‌ها فقط ساخته بودن و داشتن این آزاداندیشی روزگار پیش از اسلام رو به زور میچپاندن به درون اسلام. اما واکنش اومد، پس زدن و اون روحانیون کلاسیک و به راستی مسلمان این مسائل رو پس زدن و نپذیرفتن و دوباره ورق برگشت و این کارنامه کوتاه زمانی اسلام هم اونجا خشکید. جالب شرم جان، همون روزگار مأمون هم هنگامی که او در شکست دادن برادرش امین کامیاب شد، با پشتیبانی ایرانی ها تونست خلافت رو بگیره، خب شروع کرد اصلا تغییر داد در نمادها، مثلا به سبز پوشی در برابر سیاه پوشی که نماد عباسیان بود از آغاز، و در مرو موند، در خراسان موند و نرفت به مرکز خلافت که بغداد باشه، و تا سالهایی که در خراسان بود این نشست‌های به اصطلاح آزاداندیشانه، گفتگوها و مباحثه میان فرهیختگان باورهای متفاوت، حتی دهریون بی خدایان، اینا حضور پیدا میکنن. ولی هنگامی که خانوادهش یعنی فامیلش بنی عباس فشار آوردن و گفتن موندن تو در خراسان و قاطی بودن با ایرانی ها و خراسانی ها باعث میشه که تو مشروعیت تو برای خلافت به مرور اینجا دست اعراب از دست میدی، دیگه ناچار شد در چند سال پایانی رفت به بغداد و خودش هم پیوست به اون جرگه‌ای که بهش باوری نداشت. یعنی دور ماندن از فضای عربی اسلامی، دور بودن جغرافیایی، بله، یکی از دلایلی بود که پشت سر عصر نسبتاً روشناندیشی، البته کوتاه ولی درخشان، دوره مأمون بود. و جالب اینه که تا هنگامی که چهره به نام فضل ابن سهل سرخسی وزیر اوزور ریاستین زنده بود و هم فرمانده دولت بود هم فرمانده ارتش بود، این فضا برقرار بود. و هنگامی که او به اصطلاح با توطئه‌ای که شد سرنگون شد و کشتنش در گرمابه، بعد دیگه بساط هم جمع شد و مأمون هم رفت بغداد و در به همون پاشنه قدیم چرخید. فضل ابن سهل سرخسی همسر زرتشتی داشت و خودش هم تا سنین میانسالی زرتشتی بود که بعد به خاطر مسئله وزیر شدن یه خلیفه قدر قدرتی مثل مأمون ناچار شده بود که ظاهرا مسلمان بشه، ولی آدم بسیار ایرانگرا و در باور و عمل هم آدم زرتشتی بود. به هر حال کردیت و اعتباری رو به بخشی از مسلمان ها میدن، به جهان اسلام میدن، که اولا ربطی به اونا نداشته، ثانیا دوره بسیار کوچیکی بوده و همون هم مدیون عناصر ایرانی بوده. ایرانی های به زور به اونا زور چپون کردن. البته ما این داستان ها رو خب خیلی بیشتر شکافتیم تو برنامه های پیشنمون و اینجا داریم از روی فشردهی به شتاب میگذاریم و نمیشه در اینا رو باز کرد. اما اینو میشه به سادگی ثابت کرد که اون روزگار دانشی که برآمد از آغازش تا پایانش با بنیاد اسلام ناسازگار و درگیر و دشمن بود و در پایانم اندیشه همگانی اسلامی پیروز شد و این دانش رو ریشه کن کرد. حالا چگونه شد؟ آیا باید این یکی پیروز میشد؟ چه شد؟ چه نشد؟ معتزله چی میخواستن؟ این میان پرده چی بود؟ اون وزرا کی بودن؟ اینا اونا باید گسترده تر یا از نو بشکافیم یا اگر پیشتر شکافتیم و بازندوخت یا ضبط شده دوستان به اونجا روی آورن. بله، این دومش هم که سپاس خداوند، دشمنی با خرد و دانش پژوهی آزاده، چون میگه که این عقل شما به قول خودشون قرآن یا این خرد ابزاری شما باید در بند فرمانهای فرجامین الله باشه، یعنی نمیتونه از اون فراتر بره وقتی میخواد بپژوهه. خب اینم که دیگه دانش توش نمیاد بیرون. و یک دشواری بسیار بزرگ دیگر اسلام، دشمنی با وجدان آزاد، با درون دید آزاد، که این دیگه مثنوی 70 منه، جنایت های جنگی مسلمانان که همینجا انجام میدن و هم پیشرفت و نوآوری که امروز کشورهای اسلامی از پسش بر نمیاد، برای اینکه فردی اونجا نیست، ایندیویدوالی نیست که بر خودش تکیه کنه و بخواد جلو بره، چون اون فرد نخست وجدان نیاز داره.
که اونجا مثلا نمیشه به جای وجدان اینها تقوا دارن، ترس از خدا، که ما این ناسازگاری‌ها رو یه خورده بیشتر خواهیم شکافت. حالا فعلا بریم جلو. من گفتم که از سده پنجم هجری به این ور اینجوری شده بود که اون سه تا گروهی که گفتم ما داریم در این پرورده شدن و دیگه اونجوری گمراه هستن همشون. حالا یه خوردم پیامد این گمراهی رو ببینیم که چی شد که اصلا ایران امروزی به این خاک سیاه نشست. خب ما که از سده پنجم هجری به این سوی که دیگه گمراه و گسسته بودیم از اون بنیادهای فلسفی پیشین و اینها، از اون خردگرایی و وجدانگرایی و نمیدونم کار و کوشش و سازندگی همش به فراموشی رفته بود، یه زمانی صفویان در ما بر اومدن و دست کم کشور رو دوباره از درون این باطلاق اسلامی منطقه کشیدن بیرون، مستقلش کردن، خود پایش کردن. اما از دیدگاه اندیشگی خب اینا کجراه بودن، کجندیش بودن، چون در همون بستر بزرگ شده بودن. برای همین هم با اینکه ایران خود پای شده بود، مستقل شده بود و دیگه یه بخشی از امپراتوری های اسلامی خلیفه و این آبروریزی ها نبود، هنگامی که فرنگی ها اومدن و با ایرانی ها برخورد کردن، هیچ آگاهی ایرانی ها از اون جهان‌نگری کلاسیک پیشترشون دیگه نداشتن، همچین چیزی دیگه فرا نبود، موجود نبود. و برای همین هم این روش برتر کاری و اندیشگی فرنگی ها رو که میدیدن نمیتونستن نطفش رو تو خودشون پیدا کنن، چون چه که فرنگی ها انجام میدن با ایران کلاسیک هم خانوادگی داشت. مهتران ایران نمیتوانستند از همسنجی، از قیاس فرهنگ پیشا اسلامی خیش و فرهنگ نوین فرنگیان پیجویند و دریابند که بنیاد این واپسماندگی که توش دارن خفه میشن از کجا آغازیده و فراتر رویده، و برای گشایش همان خفگی و واپسماندگی بر کدام میدانها باید پرداخت و تاخت. چون گسسته بود دیگه، گفتم یک سره گسسته بود با آن چیزی که پیشتر بود از دیدگاه فلسفی، دیگه نمیشناختش. یا آگاهی یا کلی داشت که یه سری شاهانی بودن اومدن رفتن، میرسیم بهش، چیزایی که طبری میدونست، نمیدونم مسعودی دیگرم میدونست، البته مسعودی بیشتری خورده میدونست، ولی پس از اسلام یا همش سانسور شده یا از اون عینک اسلامی نگاه میکنه. اینا دستگاه اندیشگی پیشین رو در نمیافتن. ایران اسلام زده خود را بدون دانش از بنیاد هندو اروپایی خودش که گذشته از همریشگی بودنش با فرنگ، یعنی همریشگی نژادی و فرهنگی و هرچی، به ویژه در نمود زرتشتیش پیش از اسلام با دستگاه پروتستانت گشته اروپای شمالی امروز یا این 400 سال گذشته بسیار سازگار بود. اینا اگه اندکی این بنیاد هندو اروپایی خودشون رو هنوز میشناختن یا آیین زرتشت رو میشناختن، این بسیار 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 میتونستن ببینن کجا هستن و چرا دارن دست و پا میزنن و از فرنگی ها واپس میافتن. اما اینو که نداشتن، جلوی دوراهی ناگوار دیگه بودن که کپی برداری بی پیشینه از فرنگ، یعنی شما وقتی نمیدونی که آنچه که فرنگ پدید آورده با آنچه که خودت پیشتر داشتی سازگار و هم خانواده بوده، میمونه که باید کپی برداری بی پیشینه بکنی. این سخنا رو هنوز 95% روشنندیشان ما امروز میگن با پیشینه چپی مارکسیستی، که حالا دیگه مارکسیست نیستن، جورای دیگه هستن، حقوق بشری شدن، اینا سکولار شدن که همش هم عالیه، ولی تو همین مغلطه به سر میبرن که چون پیشینه رو نمیدونن هی میگه ما باید از صفر آغاز کنیم. و حالا وقتی شما کپی برداری بی پیشینه میکنی، خب یه مشکله، چون اون یکی‌ها میان و پافشاری میکنن بر همون واپسماندگی پیشین، چون اون خودی و میهنیه. پس ما جلوی دورایی هستیم از صفویه به این سوی، یا کپی برداری بی پیشینه کنیم چون نمیدونیم که فرنگ با پیشینه خودمون هم سازگار بوده، فرنگ امروز، و یا پافشاری کنیم بر واپسماندگی خودمون که چون یه جوری خودیه، دست کم مال خودمونه. گزینه الگو پردازی از بنیاد ایران شهر کلاسیک در سازگاری با یافته های فرنگ نوین می توانست کلیدی رهگشا باشد. این بنیادش باید می بود. ایران شهر کلاسیک رو درست می شناختن و سازگاریش رو با فرنگ می شناختن و یه دونه پل پیدا می کردن که در دست نبود. حالا اینی که اگر می بود چه می شد و اینی که شدنی بود، ما در کامیابی پارسیان هند می بینیم.
اون چند ده هزار تا ایرانی که برای اینکه مسلمون نشن گریختن، جونشون رو برداشتن، گریختن، رفتن هند و ایرانی موندن تا اندازه که میشد، اونا هنگامی که انگلیسی ها در سده 19 هم که هند در زیر دستشون بود و اونجا میخواستن کارهای پیشاصنعتی بکنن، نخستین کسانی که فرهنگ کاری و دانشی و سازندگی انگلستان پروتستان رو جا به جا دریافتن و سواره شدن تو هندوستانی که 200 میلیون چقدر جمعیت داشت، فقط این 30-40 هزار تا پارسی بودن، چون درونشون همون ایران باستان بود که با توانایی فرهنگ امروز پروتستان سازگاری داشت، بنیاد فکریش یکی بود. تمام صنعت هندوستان دست این 30-40 هزار نفر اون زمان. البته شهرام گرامی هنگامی که سخن از سازگاری فرهنگ ایران کلاسیک با فرهنگ پروتستانی شمال و غرب اروپا میگه، اشارش به اون فرهنگ و جهان‌نگری سده 20 و اواخر سده 19 اروپا است، وگرنه این 20 سال گذشته، 20 و چند سال گذشته، واقعا شاید یک انحراف بزرگی است از چیزی که غرب رو به یک قدرت صنعتی و قدرت مالی و قدرت نظامی تبدیل کرد و الان به شدت با کتاب بسیار بالا در خودزنی و در خودکوفتی دارن به سر میبرن و نمادها و نمودهای اینم ما داریم در بیرون میبینیم. به هر حال اگر همینان الان چیزایی میبینن در شبکه‌های اجتماعی، در تلویزیون‌ها، رخدادهای سیاسی، دولت مردانی که در غرب خود صاحب قدرت هستند و دارن یک ابتذالی رو می‌بینن، این رو به هیچ روی به ایران کلاسیک پیوندی ندن. ما اینجا صحبت اندیشه‌ای است و اولا صرف سیاسی سخن نیست، ثانیاً حالا بعداً شاید هنگامی باشه برای روشنگویی بیشتر درباره این حقیقت که اینها هم افتادن به زدن خودشون و به هر حال یک روندی است که دارن میرن و بی ترمز هم دارن میرن. شرام فرنگ... ما بله. خواستم بگم از اسلاید رو در بیار از اشتراک، به خاطر اینکه به تقریبا 2 دقیقه پایانی داریم میرسیم. بسیار خوب، ببخشید جملت رو قطع کردم، بگو شرام جان چیزی. نه فقط میخواستم بگم که این فرنگ پروتستانت میونه زمان لوتر بر جا بود تا 30-40 سال پیش. اکنون ما توی روزگار فروپاشی فرنگ به سر میبریم که دیگه بنیاداش هم با آنچه که بیشتر بوده سازگاری به زور 30-40 درصدی داره، 60 درصدش سوخته. درست. مال خود ایران باستان هم وقتی میگیم سازگار بوده با اون، یعنی نه که کپی یک به یک بوده، اما تو تأکیدش بر خردگرایی و وجدانگرایی با پروتستانتیزم سازگار بود و این دوتا مثل موتور تو رو میکشه جلو، که الان سپستر تو برنامه دیگه بهش میرسیم. بسیار عالی. خب میتونیم حالا ما این نخستین برنامه بود که اجرا کردیم و در رادیو پخش میشه و برای هفته آینده جستار رو پی میگیریم. از همینان خواهش میکنیم که برنامه ها رو از همین شماره 1 ببینن، به طور منظم و پیوسته با ما همراه باشن، برای اینکه میخواییم واقعا در درازای برنامه هایی که انجام میشه هر کسی بتونه برای خودش یه جنبندی بکنه و یه دریافت نسبتا واقع بینانه و روشن از جهان نگری و جهان بینی ایرانی، روش زندگانی یک فرد ایران شهری، ارزش‌هاش، ضد ارزش‌هاش، باورهاش، آرمان‌هاش، نگرانی‌هاش داشته باشه و به این منظور می‌کوشیم که اینو منظم جلو ببریم. همراهی از نشست نخست خیلی خوبه. همینان محبت بکنن این برنامه رو که نخستین بار در رادیو مانی پخش میشه و بعد در جاهای دیگه هم به اشتراک گذاشته میشه یا باز پخش میشه رو لطفاً در اختیار دوستانشون یا علاقمندان دیگر به ایران و ایران شهر بگذارن. شهرام جان سخن آخری داری؟ نه، جز این که نشست آینده همونجا دنبال میکنیم که اینجا پایان دادیم و نشست به نشست اون موقع پیوند این داستان آشکارتر خواهد شد. تا اینکه 3-4 نشسته دیگه وقتی این تصویر کلی رو به دست آوردیم، اون موقع میریم سراغ شکافتن آنچه که بوده و ما ازش گسستیم، چون این گسست رو من دارم اینجا فعلا روشنگویی میکنم. بسیار بسیار خوب، خیلی خوب. پس بدرود تا دیداری در آینده به زودی. تا
آینده ایران. بدرود.